امروز میخوایم با همدیگه کیک رافائلو بسیار خوشمزه فوق عالی و نرم درست کنیم تا آخر این ویدیو همراه من باشین برای شروع اول بادام درختی رو داخل مخلوط کان یا آسیاب میریزیم و به این شکل پودر میکنیم قشنگ باید ریز شده باشه اونها رو داخل یه ظرف دیگه میریزیم و میذاریم کنار تخم مرغ های به دمای محیط رسیده داریم زرده و سفیدشون رو از همدیگه جدا میکنیم سفیده ها که کمی فرم گرفت نصف شکر رو بهش اضافه میکنیم و دوباره به هم زدن ادامه میدیم تا به این شکل در بیاد حالا زرده ها بقیه شکر نمک و وانیل رو داخل یک کاسه با همدیگه مخلوط میکنیم ظرفمون رو هم حتما دورگیری میکنیم دوباره به هم زدن ادامه میدیم تا روشن بشه بهش روغن و شیر ولن رو اضافه و در حد سی ثانیه مخلوط میکنیم آرد علک شده بیکینگ پودر و پودر بادام رو بهش اضافه میکنیم خب به هم دیگه مخلوطشون میکنیم تا یه خمیر کیک قلیز و این حالتی داشته باشیم حالا سفیده های فرم گرفته را توی سه مرحله به مواد کیکمون اضافه می کنیم و به کمک لیسک آروم و در یک جهت هم میزنیم. تو این فاصله که داریم مواد کیکمون را آماده می کنیم حتما فر رو روشن می کنیم تا خوب گرم بشه. مواد کیکمون آماده است. داخل قالب 25 سانتی کاغذ روغنی می کف و دیواره ها رو کمی چرب می کنیم. مواد کیکمون رو می ریزیم سطح روی کیک رو صاف می و واسه 1 چهل تا چهل دقیقه داخل فر 160 درجه میذاریم که بپزه. بعد اینکه کمی خنک شد از قالب میاریم بیرون و بهش اجازه میدیم تا کاملا خنک بشه. شکلات سفید و شیر رو روی بخار کتری زوب میکنیم تا به این شکل برسه. وقتی که کمی خنک شد بهش پنیر خامه رو اضافه میکنیم و با همزن شروع به مخلوط کردن میکنیم تا یک دست بشه. خامه قنادی رو هم میذاریم بیرون فریزر بمونه تا مثل بستنی آب شده بشه و با همزن شروع به مخلوط کردن میکنیم تا قشنگ فرم بگیره. حالا مخلوط شکلات سفید و پنیر خامه رو چه دو مرحله به خامه قنادی اضافه میکنیم و هر بار خوب مخلوط میکنیم تا یک دست بشه. اینجا پودر نارگیل رو هم اضافه میکنیم و دوباره خوب با هم دیگه مخلوطشون میکنیم تا یک دست بشه و همین حالت فیلینگ داخل کیکمون آماده شد که خیلی هم خوشمزه میشه. حالا کیکمون که خنک شد به کمک نخ یا با چاقو ارهی به دو قسمت تقسیم میکنیم. بافت کیکمون فوقالعاده عالی و نرمه و میتونین واسه یه انواع کیک های دیگه هم ازش استفاده کنین. کیکمون رو داخل ظرف سرو میذاریم و به کمک شیر مرتوب میکنیم. اگه شیر نارگیل در دسترستون بود میتونین ازش استفاده کنید. حالا برای تمیزی کار دور کیکمون رینگ یا تلق میذاریم. 500 گرم از خامه رو بروی کیکمون اضافه میکنیم و به کمک یک قاشق شروع به صاف کردن می تا یک دست بشه. کیک رافائلو یک کیک بسیار خوشمزه و عالی با ترکیب نارگی و شکلات سفید حتما امتحان کنید و ازش لذت ببریم. لایه دوم کیکمون رو میذاریم و یک کوچولو فشار میدیم تا دو تا لایه کیک به همدیگه بچسبه. دوباره روی سطح کیکمون رو به کمک شیر مرتوب میکنیم و با کمی خامه روی کل کیکمون رو کاور میکنیم. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودین خیلی خوشحال میشم که لایک و کامنت هم یادتون نره. بعد اینکه خامه رو روی سطح کیکمون صاف و یک دست پخش کردیم به کمک چاقو کیکمون رو دورگیری میکنیم و رینگ رو ازش میاریم بیرون. حالا باقی مونده یه خامه رو هم داخل یه قیف میریزیم و به این شکل دور کیکمون میزنیم و به کمک یه پالت یا با همون قاشق شروع به صاف کردن میکنیم تا دور کیکمون هم تمیز و خوشگل بشه. ویدیوی قبلی کیک تیرامیسو بسیار خوشمزه و خیلی راحت بود که اون از این قسمت بالا میتونین ببینین. بعد اینکه کل کیکمون رو با خامه کاور کردیم روی سطح کیکمون پودر نارگیل میزنیم. حالا برای تزیین روی کیک هم میتونین به همین شکل مقداری از خامه رو داخل پودر نارگیل بغلتونین و به شکل دایره در بیارین و کیکتون رو با اون تزیین کنین یا اینکه بیاین از شکلات رافائلا استفاده کنین که این کاملا به خودتون بستگی داره کیکمون رو به هشت قسمت تقسیم میکنیم و روی هر قسمت یه دونه از شکلات یا توپک های خامه ای می میذاریم بعد بهش اجازه میدیم تا یک شب داخل یخچال بمونه، خوب استراحت کنه و مزه ها کاملا به خورد هم دیگه بره. حالا کیکمون رو برش میزنیم. قبل هر بار برش چاقو رو هم تمیز میکنیم تا برش هامون تمیز و خوشگل باشه. اینم از کیک رافائلو بسیار خوشمزه و خیلی عالی. امیدوارم که دوست داشته باشین و لذت برده باشین. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. واسه دیدن آموزش های بیشتر کانال من را سابسکرایب کنین و روشن کردن زنگوله هم یادتون نره. این ویدیو رو هم واسه دوستاتون بفرستین و منو به اونها معرفی کنین.